سرخط خبرها. از حق انتخاب وکیل تا منع شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، رئیس قوه قضاییه ایران سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد. استرداد یک متهم متواری پرونده فساد در بانک سرمایه. قوه قضاییه ایران میگوید علیرضا حیدرآبادی را اسپانیا تحویل داد. دیدار دوباره گروه‌های تماس افغانستان و طالبان بعد از یک هفته اختلافات همچنان باقی است. و گزارش دیدبان حقوق بشر از بمباران مراکز غیرنظامی در ادلب، دولت‌های سوریه و روسیه به جنایت جنگی متهم شدند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید همه متهمان حق دارند وکیل انتخاب کنند و تحمیل وکیل با آنها خلاف قانون است. ابراهیم رئیسی در بخشنامه‌ای که سند امنیت قضایی نامیده شده آورده که بازداشت‌های غیرقانونی، بازرسی بدنی بدون لباس و زندان انفرادی برای متهمان ممنوع است مگر در موارد خاص، از رسیدگی علنی و شفاف به پرونده‌ها و منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز از دیگر موارد این سند 37 ماده است. ساعت قبل گفتگوی داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران، و نظریشون رو درباره این سند و موارد مهم آن پرسیدم. ما دیدیم که بعد از آقای یزدی تمام هر سه رؤسای قوه قضاییه وقتی که آمدن متصدی شدن، سعی کردن که در دستگاه قضایی تحول آفرینی کنن. در این سند هم در مقدمه‌اش آمده که ضرورت تحول دستگاه قضایی مد نظر هست. نشان دهنده این امر هست این موضوع که دستگاه قضایی راضی کننده حتی متصدیان امر قضا نیست و اونچه که حقوقدانها و منتقدین این دستگاه مطرح می کنند مورد تایید این مقامات بلندپایه دستگاه قضایی هست. بله، همونطور که اشاره فرمودید در بند 17 و در بند 26 تأکید شده و اصرار شده که باید همه کسانی که دستگیر میشن و تحت تعقیب قرار میگیرن از وکلای انتخابی خودشون استفاده کنن. اما تبصره ماده 48 رو که از ابتدا وقتی که آقای رئیسی تشریف آوردن و به خصوص معاون حقوقی ایشون آقای مصدق به شدت بهش ایراد گرفتند، هنوز هم که هنوز لازم الاجراست و بر اساس اون در پرونده های سیاسی متاسفانه اجازه نمیدن که وکلای انتخابی قضات، انتخابی متهمین حاضر بشن. حتی در برخی از دادگاه ها وقتی که وکیل خودش رو معرفی میکنه به عنوان وکیل متهم، قاضی نمیپذیره او رو و میگه باید ایشون وکیل دیگری رو معرفی کنه. و البته مسئله منع شکنجه و بسیاری از این مواردی که در از این اقدامات از این قبیل آقای آقاسی قبلا هم صورت گرفته. بخشنامه مثلا حقوق شهروندی که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضایی صادر کرد، اما در عمل تفاوتی دیده نشد. ببینید، من دیروز یک پرونده مطبوعاتی رو در دادگاه در بازپرسی حاضر بودم. بازپرس پرونده به دقت مراعات میکرد قانون هندسه کیفری رو. اونچه که مورد ایراد ما وکلا و به هر حال مردم هست، اتفاقاتی هستش که در برخی از مراحل رسیدگی به پرونده های امنیتی رخ میده، جایی که طرف دعوای ما حاکمیت است. البته اینجا مواردی رو عنوان کرده، نوآوری های هم در این دستور عمل هست، اما متاسفانه اجرا نمیشه. ما اونچنان خلأ قانونی نداریم. اونچه که داریم خلأ اراده برخورد با ناقضین حقوق متهمین و مراجعین به دستگاه قضاست. در جایی که ما قضاتی داریم که صلاحیت قضاوت ندارند و تا زمانی که آقای رئیسی به این موضوع برخورد نکنه ما همچنان گرفتار و نگرانی ما هم باقی هست و نمیتونیم بگیم که دستگاه قضا اصلاح میشه. اشاره بکنم در عرایزم که بدنه دستگاه قضا هیچ مشکلی نداره. اندک افرادی هستند که دستگاه قضایی رو دچار اشکال و مشکلاتی میکنه که تبلیغاتی علیه صورت میگیره.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. تلویزیون ایران میگوید علیرضا حیدرآبادی از متهمان پرونده فساد بزرگ در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان از اسپانیا به ایران مسترد شده. آقای حیدرآبادی مهمترین متهم پرونده فساد بانک سرمایه نیست، اما نیروی انتظامی و قوه قضاییه بازگرداندن او به ایران را یک دستاورد و اخطاری به دیگر متهمان متواری توصیف کردند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. متهم در واقع میشه گفت مجرم اقتصادی در حین رسیدگی به پروندهش از کشور فرار کرده و مردی که صورتش اینگونه پوشیده شده و حرفهایش شنیده نمیشود. با همکاری پلیس به گفته رسانه های ایران علیرضا حیدرآبادی پور مدیرعامل سابق بانک سرمایه است. کشور استرداد داده شده. نیروی انتظامی میگوید که آقای حیدرآبادی پور در هماهنگی با اینترپل در اسپانیا شناسایی، دستگیر و به ایران بازگردانده شده. در اسپانیا ایشون شناسایی شد، به اینترپل تهران یا پلیس بین‌المللی ناجا اطلاع دادن. بعد از اون موقعی که دستگیر شد تا امروز که شما خبرش رو زودتر فرمودین، به ما اعلام کردن که بیاین این فرد رو از اسپانیا تحویل بگیرین. علیرضا حیدرآبادی پور دو اتهام در پرونده دارد: اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع. حکمش 12 سال زندان است. آقای حیدرآبادی پور در بهمن 94 به مدیرعاملی بانک سرمایه منصوب و بعد از فقط چند ماه از این سمت برکنار شد. رسانه های ایران میگویند این نخستین بار است که یک مجرم اقتصادی با همکاری پلیس بین الملل از اروپا به ایران بازگردانده می شود. بعضی از طرفداران ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم آن را نشانه مهارت شخص آقای رئیسی در دیپلماسی می دانند. این یعنی پولشویی گسترده. حیدرآبادی پور مهمترین متهم پرونده فساد میلیاردی در بانک سرمایه نیست. این پرونده متهمانی بزرگتر هم دارد. قوه قضاییه ایران پیشتر هادی رضوی، دیگر متهم پرونده فساد در بانک سرمایه را به 20 سال زندان محکوم کرده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و چهره جنجالی. داماد محمد شریعت مداری، وزیر فعلی کار ایران، که خود چهره سیاسی امنیتی و نزدیک به دفتر آیت الله خامنه است. نام داماد آقای شریعت مداری اما بیشتر به خاطر سرمایه‌گذاری در سریال شهرزاد بر سر زبان‌ها افتاد. آقای رضوی متهم به پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه و سوء استفاده از سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان از سهامداران اصلی بانک سرمایه است. مهمترین منبع مالی صندوق ذخیره فرهنگیان پسنداز معلمان و کارمندان آموزش پرورش است. صندوقی که باید به تولید ثروت و ایجاد منافع اقتصادی برای فرهنگیان بپردازد. نام‌های شناخته شده دیگری هم در پرونده به چشم می‌خورند، مانند حسین هدایتی از سرمایه‌گذاران فوتبال در ایران. پرونده بانک سرمایه، یکی از بانک‌های عامل وزارت نفت در زمان تحریم‌ها، با شماری دیگر از پرونده‌های فساد گره خورده و یک فقره پرونده قتل احتمالاً مرتبط، قتل حمید حاجیان، وکیل دادگستری. متهمان اصلی پرونده علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، محمد رضا توسلی از دیگر مدیران و پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه در دولت احمدی نژاد هستند. این پرونده اما متهمانی دارد که از آنها کمتر نامی شنیده می شود. مانند احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده آیت الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام. رسیدگی به پرونده مدیران بانک سرمایه که متهم به فساد اقتصادی و اختلاس هستند، سالهاست در جریان است و تاکنون چند نفر در ارتباط با آن محکوم شدند. ابعاد گسترده این پرونده پیچیدگی شبکه فساد در اقتصاد ایران را نمایان می‌کند. شیدا هوشمندی، BBC. مهداد زمانی، پلیس قضایی و جرمشناس از کوپنهاگ دانمارک با ما هستن. آقای زمانی، شیوه استرداد متهمین به چه شکل است و چه مراحلی رو طی میکنه؟ مسلماً این شیوه متفاوت، بستگی به متهم داره، بستگی به کشور گیرنده متهم داره، بستگی به کشوری که شخص رو دستگیر کرده داره. منتها روال در این هست که مسلماً
پلیس اینترپول در کشور مطبوع خبر داده میشه، جلسات قرار گذاشته میشه و میان و تحویل میگیرن و معمولا اینطور هست که میان در این مورد به اسپانیا و در این ترانسفر شرکت میکنن در این مبادله و وقتی که میرسن به خاک ایران مامورین ایران تحویل میگیرن و مامورین اسپانیا از مسئولیت ترخیص میشن. الان با توجه به همین دو کشوری که بهش اشاره کرد، اسپانیا و ایران، به خصوص در مورد کشورهایی که قانون حد اکثر مجازات مثل اعدام رو دارن، این شیوه استرداد به چه شکل بین اینها به توافق میرسن این کشورها؟ این یکی از مشکلات همیشگی اینترپول هست و به خصوص با ایران. ببینید، مشکل اینترپول با ایران از سال 2005 به جد شروع شد و زمانی بود که اینترپول حکم جلب قرمز در این مورد هم صادر شد، در مورد این متهم فعلی که شما فرمودید. اون موقع آرژانتین حکم اعتراض کرد و تقاضای جلب 9 نفر که دست داشتن در بمب‌گذاری آرژانتین رو بوئنوس آیرس رو کرد و پلیس اینترپول بعد از جلسات متعدد حکم جلب 6 نفر رو با حکم قرمز، یعنی بلافاصله پلیس باید نیرو بگذاره و برای این اشخاص رو دستگیر کنه وقتی که حکم جلب قرمز باشه. حکم جلب 6 نفر رو اون موقع صادر کرد که یکیشون آقای محسن رضایی بود و دیگری آقای فلاحیان بود، شخص دیگر از حزب الله لبنان بود، آقای مغنیه. و هر حال این باعث تیره شدن رابطه مستقیم اینترپول با ایران شد. منتها در طول سالها این رابطه در نوسان بوده، چون نمیتونه اینترپول با کشوری کلن قطع رابطه کنه، به خصوص ایران که کشور مهمی است در زمینه مواد مخدر، در زمینه مرزهای آبی، در خلیج فارس. به هر حال اینترپول روابط دو طرفی داره، منتها این رابطه تیره بوده به دلیل اینکه ایران بعضن حکم جلب‌هایی را صادر کرده و از اینترپول تقاضای اقدام کرده که جنبه سیاسی داشتن و اینترپول به احکامی که جنبه سیاسی دارن توجه نمی‌کنه و این کار را انجام نمیده. نمونهش در سال 2009 ایران مجدداً از اینترپول تقاضای حکم جلب شاهد قتل ندا آقا سلطان رو کرد و جدیدترینش هم که حکم جلب ترامپ رو کرد از اینترپول به دلیل قتل سلیمانی. متشکرم از شما. مهرداد زمانی، پلیس قضایی و جرمشناس از کوپنهاگ دانمارک. در پی شدت گرفتن شیوع کرونا در ایران، از نیمه شب دیشب ورود و خروج از تهران و 4 شهر دیگر به مدت 3 روز ممنوع شده. پلیس میگوید در اجرای این طرح جدی است، اما تصاویری که از ساعت اولیه صبح منتشر شده انبوهی از مسافران را در مسیر تهران به مازندران نشان می‌دهد. مسئولان میگویند افزایش شمار مبتلایان به کرونا با میزان مسافرت‌ها رابطه مستقیم دارد. کارشناسان از این اقدام دولت استقبال کردند، اما میگویند تنها در صورت ادامه مقررات سختگیرانه میتوان به کنترل بیماری امیدوار بود. بارون عباسی گزارش می‌دهد. ساعت 2 بامداد 24 مهر ماه، جاده حراز. هجوم تهرانی‌ها به جاده‌های شمال در آغاز 3 روز تعطیلی، سفر از یکی از بحرانی‌ترین نقاط شیوع کرونا در ایران. تنها ساعتی بعد از آغاز محدودیت‌های ورود و خروج از پایتخت و 5 شهر دیگر، محدودیت‌هایی که شامل سفرهای هوایی و ریلی نمی‌شود و تنها برای مسافرت‌های جاده‌ای در نظر گرفته شده، اما بسیاری همان را هم نادیده گرفتند، هرچند که پلیس می‌گوید در اجرای آن جدی است. من خواهش می‌کنم که اگر هنوز حرکتی مسیر انتخاب نکردند برای سفر اصرار نداشته باشند. ما همکارانمون به جد با این مسئله دارن برخورد میکنن، اگه اصرار داشته باشن ما مجبور ممانعت کنیم از خروجشون از شهر تهران. آمار ابتلا به کرونا در ایران در چند روز گذشته به شکل چشمگیری بالا رفته، وضعیتی که به گفته مسئولان با میزان مسافرت ها رابطه مستقیم دارد. به گفته وزارت بهداشت، تنها در شبانه روز گذشته بیش از 4600 مبتلای قطعی شناسایی شده و 256 نفر هم جان خود را از دست دادند. هرچند که بی بی سی فارسی قبلا دریافته بود که شمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است، یافته ای که بعضی از مقام ها هم اخیرا تایید کردند. افراد بسیار زیادی در سایر مراکز و منازلشان بستری شدند و میشوند و هنگامی که به رحمت خدا میروند در لیست فوتی های کرونایی وزارت بهداشت قرار نمیگیرند.
به همین خاطر هم به نظر می رسد تعداد فوتی ها بسیار بیشتر از آنچه بیان می شود است. دولت می گوید حدود نیمی از مردم مقررات بهداشتی مثل ماسک زدن و حفظ فاصله فیزیکی را رعایت نمی کنند. منتقدان اما مشکل را در خودداری مسئولان از اعمال قرنطینه و نظارت بر اجرای قوانین می دانند. به محض اینکه تعداد کشته ها کمتر شد و به زیر 100 نفر رسید، کارها از سر گرفته شد. طرح ترافیک را دوباره برگرداندند. مدارس و دانشگاه ها فعال شدند. اگر می خواهیم ویروس را کنترل کنیم، نباید تحت هیچ شرایطی از سیاست های پیشگیرانه و سختگیرانه عقب نشینی کنیم. سخنانی که بعضی از پزشکان و پرستاران هم با آن هم نظرند. اگه بتونن این 3 روز رو به تقریبا به 15 روز تا این تبدیل کنن، فکر کنم بتونن نتیجه بگیرن. نیاز به قاطعیت داریم در این زمینه. قطعا باید این اقدامات انجام بشه در ابعاد وسیع‌تر و با برنامه ریزی دقیق‌تر و بهتر. خستگی و فرسودگی کادر درمان در پی ماها تلاش برای مقابله با بحران. خیلی عزیزا اینجا خوابیدن، خیلی جوون اینجا خوابیده، واقعا آیسیو جا نداره، بیمارستان جا نداره، بهترین اتندای عفونیمون رو داریم از دست میدیم، بیهوشی از دست میدیم. ببین ناله جوونه، خیلی سن و سالی هم نداره، ولی داره ناله میزنه. ناله هایی که در میان بسیاری از این مسافران گوش شنوایی ندارد، انتخاب راهی که شاید برای بعضی قابل بازگشت نباشد. باران عباسی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس قوه قضایی ایران سند امنیت قضایی را ابلاغ کرده که بر اساس آن تحمیل وکیل به متهمان و شکنجه و تحقیر آنها ممنوع است. علیرضا حیدرآبادی پور یکی از متهمان پرونده فساد بزرگ در بانک سرمایه از اسپانیا به ایران مسترد شد. در ادامه این برنامه، گزارش دیدبان حقوق بشر از بمباران مراکز غیر نظامی در ادلب، دولت‌های سوریه و روسیه به جنایت جنگی متهم شدند. قرار است امشب گروه‌های تماس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از 2 هفته توقف بار دیگر در دوحه قطر با هم دیدار کنند. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که دو طرف دیشب برای 2مین بار نشست عمومی برگزار کردند. آنها در این نشست‌ها بر حل اختلاف‌ها تاکید کردند، اختلاف‌هایی که با گذشت بیش از 1 ماه گفتگو هنوز حل نشده. همزمان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات صلح از توافق با طالبان برای تنظیم دوباره اقدامات در جهت اجرای دقیق موافقت نامه دو طرف خبر داده. او گفته این به معنای کاهش تعداد عملیات خواهد بود و به کاهش تلفات افغان‌ها خواهد انجامید. برای صحبت در این باره حبیب سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از دوحه قطر با ما هستن. خانم سرابی، اول لطفاً به ما بگید که مذاکراتی که تا حال انجام شده چه دستاوردی داشته؟ تشکر از شما. عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. مذاکرات البته در مدت 2 هفته قطع بود و این معنا نیست که به کلی قطع بود، بلکه صحبت های دو طرف به صورت غیر منظم جریان داشت و از دیروز به این طرف دوباره صحبت ها جریان داره و معلومدار دستاورده که باید بگویم امی که صحبت ها جریان داره و تا حال این صحبت ها قطع نشده و داریم باز هم صحبت میکنیم، روی میز مذاکره نشست میداشته باشیم، با هم گفتگو میکنیم. این میتونه یک دستاورد باشه. در دستور کار صحبت هایی که قرار هست از امشب شروع بشه چه مسائلی اولویت دارند؟ خب ما نمیتونیم که روی مسائل را که اولویت دارند باید صحبت کنیم. در مجموع نکته هایی که مورد اختلاف است اونا باید رویش صحبت شد. و چه مسائل مورد اختلافه؟ مسائل مورد اختلاف همه میدونن، مسائل است که هنوز هم حل نشده و این موارد باید دوباره روش صحبت شود. متشکرم از شما حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر. ستاد کارزار انتخاباتی جو بایدن برنامه‌های تبلیغاتی معاون او را متوقف کرده، به این دلیل که آزمایش کرونا 2 نفر از کسانی که کاملا هریس با آنها سر و کار داشته مثبت اعلام شده. تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 18 روز به برگزاری آن بالا گرفته و امروز هم آقای بایدن و دونالد ترامپ قرار است در این برنامه‌ها شرکت کنند. خشایار جنیدی از واشنگتن با ما در این خبر در مورد
متوقف شدن برنامه های انتخاباتی ستاد انتخاباتی جو بایدن به ما بیشتر بگی خشایر. بعد از اینکه خانم هریس نامزد معاونت ریاست جمهوری دموکرات ها اعلام شد که دو نفر از افرادی که در سفرهای روزهای گذشته نزدیک به او بودند تست کروناشون مثبت شده، اعلام شد که فعلا مسافرت های تبلیغاتی خانم هریس را متوقف کردند. یکی از این افراد به عنوان مدیر ارتباطات خانم هریس ازش نام برده شده و نفر دوم از خدمه هواپیمایی بوده که خانم هریس با اون سفر میکرده. با این حال گفته شده که هیچ کدام از این افراد در فاصله کمتر از 2 متری او برای بیشتر از 15 دقیقه نبودند. در روزهای گذشته 2 تست متوالی PCR بر روی خانم هریس انجام شده، آخریش مربوط به دیروز است که منفی بوده. منتها اعلام کردن برای احتیاط تا دوشنبه سفرهای او رو لغو کردن، قرار بوده امروز به کارولینای شمالی بره برای کارزار انتخاباتی. گفتن که خطری متوجه آقای بایدن از این بابت نبوده، آقای بایدن برنامه‌هاش ادامه داره، قرار هست امشب 8 شب به وقت شرق آمریکا در یک برنامه تلویزیونی با حضور شرکت کنندگان شرکت کنه در شبکه ABC. همزمان با آقای بایدن آقای ترامپ از شبکه NBC برنامه زنده خواهد داشت در همون چارچوب به همون صورت. البته امروز روزی بوده که قرار بوده دومی مناظره باشه که البته مناظره لغو شد. انتقادهای متوجه شبکه NBC هست که چرا با توجه به اینکه آقای بایدن از قبل برنامه ریزی شده بوده که امشب برنامه زنده داشته باشه، همون ساعت و همون زمان برنامه زنده برای آقای ترامپ ترتیب دادن. به هر حال کارزار انتخاباتی است و دو طرف دارن سعی میکنن که در این واپسین روزهایی که کمتر از 20 روز تا انتخابات مونده پیام خودشون رو به رای دهندگان برسونن. تا کنون بیشتر از 14 میلیون نفر از شهروندان آمریکایی به صورت پستی یا حضوری در رأی‌گیری زودهنگام شرکت کردند و رأیشون رو به صندوق انداختند. در مورد کووید صحبت کردیم، به این نکته اشاره کنم که روند گسترش ویروس کرونا در 30 ایالت آمریکا اعلام شده که رو به رشد گذاشته شده. حدود 7,900,000 نفر در آمریکا مبتلا هستند که از این تعداد نزدیک به 217,000 نفر جانشون رو از دست دادن. و البته ملانیا ترامپ هم امروز صبح گفت که پسر 14 ساله او هم به کووید مبتلا شده ولی علائم خفیفی داشته. متشکرم از تو خشایر جنیدی در واشنگتن با ما. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای دولت سوریه و روسیه را به بمباران مراکز غیرنظامی در استان ادلب متهم کرده. در گزارشی که این نهاد امروز منتشر کرده آمده که از بهار پارسال تا بهار امسال صدها نفر در حمله این نیروها به مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر اماکن غیرنظامی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید دولت‌های سوریه و روسیه مرتکب جنایات جنگی شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. 46 حمله هوایی و زمینی توسط ارتش سوریه و متحدش روسیه به مدارس، بیمارستان‌ها و بازار در ادلب. حملاتی که باعث کشته شدن صدها غیرنظامی و آواره شدن هزاران نفر شده. آماری که سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با ده‌ها شاهد عینی و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و صدها عکس از محل حملات به دست آورده. تحقیقات ما درباره این حملات نشان می‌دهد که ارتش سوریه و نیروهای روسیه بارها قوانین جنگ را نقض کرده و جنایات جنگی آشکار مرتکب شدند که احتمالاً جنایت علیه بشریت هم هست. این حملات به اشتباه انجام نشده. در حقیقت ممکن است بخشی از استراتژی سوریه و روسیه باشد برای اینکه زندگی غیر نظامیان در ادلب را هدف قرار دهند تا آنها را مجبور به فرار کنند. استدلال ارتش سوریه و نظامیان روسیه مبنی بر اینکه فقط مواضع مخالفان نظامی را هدف قرار می‌دهند به وضوح اشتباه است. ما نتوانستیم هیچ نیروی نظامی یا اسلحه یا تجهیزات نظامی در اطراف هیچ کدام از محل‌هایی که مورد حمله قرار گرفتند پیدا کنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ده‌ها مقام سوری و روس از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این حملات مسئول هستند. هم بشار اسد و هم ولادیمیر پوتین هر چند وقت یک بار درباره آنچه در ادلب می‌گذرد مطلع می‌شدند. بنابراین اینکه بگویند ما نمی‌دانستیم پذیرفته نیست. آنها دقیقاً می‌دانستند چه اتفاقی دارد می‌افتد و ما هیچ مدرکی مبنی بر اینکه بخواهند عملیات را متوقف کنند نداریم.
شهر معرت النومان در استان ادلب یکی از مناطقی است که حملاتی در آن علیه غیر نظامیان انجام شد. حدود یک سال قبل یکی از دو درمانگاه این شهر که هنوز بر اثر جنگ تعطیل نشده بودند هدف حمله قرار گرفت. تعدادی از بیماران هم زخمی شدند. من دم در دفترم وایساده بودم. زن بیماری در مقابل من ایستاده بود. از او پرسیدم صدایی شنیدم. به نظرت خمپاره بود؟ گفت آره. صدای خمپاره در جای دور از ما. هنوز صحبتش تمام نشده بود که خمپاره به درمانگاه خورد. یک زن که در مقابل اتاق دندانپزشک نشسته بود زخمی شد. مدارس، خانه ها و بیمارستان ها اهداف نظامی هاست. اینجا بازاری در معمرت و نومان است. حمله هوایی نیروهای سوریه و متحدان روسشان به این بازار در تابستان سال گذشته ده ها زخمی به جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر گفته های شاهدان عینی را با تصاویر ماهواره‌ای مقایسه کرده. برای مثال این منبع آب در ویدیوهای شاهدان عینی دیده می شود. تصاویر ماهواره‌ای هم وجود آن را تایید می کند. این هم یکی از مرگبارترین حملات است. به یک بازار و چند ساختمان در تابستان گذشته. 43 غیر نظامی هم کشته شدند و 75 نفر زخمی. ارتش روسیه دست داشتن در این حمله را رد کرد. با اینکه سازمان ملل بارها عملیات علیه غیر نظامیان در ادلب را محکوم کرده، حملات همچنان ادامه یافته و هیچ کس برای این حملات پاسخگو نبوده. ارتش سوریه و متحدش روسیه عملیات برای پس گرفتن ادلب و مناطق اطراف آن از دست نیروهای مخالف دولت بشار اسد را از بهار سال گذشته آغاز کردند. جنگ در سوریه که 9 سال پیش شروع شد، صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره به جای گذاشته. فرین آسمی، بی بی سی. سیم پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هست.